واکنش اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی در برابر تصمیم رئیس جمهور. رؤسای پیشین کمیسیون های انتخاباتی میگویند که شکار دسیسه سیاسی شدند. دلته داسې معلومیږي چې یوه توطیه او یو دسیسه او یو کودتا غوندې عمل وجود درلوده. نشست طالبان و امریکا در پاکستان. آگاهان سیاسی میگویند که پاکستان پس از نشست مسکو در رابطه با نفوذش بر طالبان مسلح در حراس است. و در طول دیدی معنی لری چه پاکستان باید در دیالات سخه تردیر حد پوری نگران و اوسیدی او دواری شده نگرانی ختم شید او طالبان سر خبری که او دیدی پروگرامون پا برای که دینه شاید پختن او که و حمله بر سپاه پاسداران در ایران. در حمله که متربم بر نظامیان ایرانی 27 سرباز کشته و شمار زیاده زخمی شدند. سلام، به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی تصمیم برکناریشان را کودتا سیاسی می خوانند و می گویند که بر آنان دسیسه صورت گرفته است. رؤسای عزل شده کمیسیون های انتخاباتی طی یک نشست خبری در کابل گفتند که بر اساس قانون اساسی تا ختم دوره وظیفه هیچ کس صلاحیت برکناری آنان را ندارد و می افزایند که حکومت با آنان برخورد عقده‌ای می کند. کمیشنران می گویند که آماده هستند تا در هر محکمه عادلانه در مورد کارکردهایشان وضاحت و پاسخ بدهند. رؤسای پیشین کمیسیون های انتخاباتی دو روز پس از برکناریشان واکنش نشان دادند و میگویند که به شمول رئیس جمهور هیچ کس صلاحیت برکناری آنان را ندارند. رؤسای پیشین کمیسیون های انتخاباتی در یک نشست خبری در کابل گفتند که این فیصله حکومت کودتای سیاسی است و افزودند که آنان قربانی یک دسیسه سیاسی شدند. دلته داسې معلومیږي چې یو توطیه او یو دسیسه او یو کودتا غوندې عمل وجود درلوده. پاتل سوالاتونو کې شاید هغه کسانو د خپل خوخي کاندیدان نه ویلیدلی او غواړي پراتونکو پاتې ولایتونو کې خپل مهندسي وکړي دغه په اساس باندې عاجلانه تصمیم نیول کیږي. کودتای نافرجامی که در برابر کمیسیون های انتخاباتی توسط فرامین غیر قانونی به نام تعدیل قانون صورت گرفت، با وضاحت براتان بگویم که ما اعضای کمیسیون های انتخاباتی آدمایی نیستیم که از زیر بوته پوش به اصطلاح مردمی بدخشان پیدا شده باشیم. کمیشنران میگویند که بر اساس قانون تا زمانی که وظایف آنان به پایان نرسیده باشد هیچ کس صلاحیت برکناریشان را ندارند، اما میافزایند که حکومت پس از فشار برخی حلقات خاص تصمیم برکناری آنان را گرفته است. کمیشنران پیشین میگویند که در حال حاضر روند انتخابات ولسی جرگه 50% تکمیل شده است و پس از این مسئولیت هیچ گونه تخطی را در این روند آنان بر عهده نمیگیرند. غد مداد چی دلتا باید ددو مخونی ورشی او کمیسیون بعد دې ورځ څخه بعد د دغه لاسوهنی مسؤلیت په غاړه باندې نه لري، بلکې مسؤلیت په دې هغه چا په غاړه باندې چې دغه تصمیم نیولای. ادامه دادیم، هیچ نوع غلغشی در زمینه وجود نداشته و با کمال افتخار در این پوستا هستیم و من حیث یک مسئول مشروع کمیسیون شکایات انتخاباتی متعهد هستیم که امورمان را به پیش ببریم. اعضای پیشین کمیسیون اتهامات وارد شده بر خود را نمیپذیرند و میگویند که حاضر هستند در هر محکمه عادلانه در رابطه با کارکردهایشان پاسخ و وضاحت بدهند. دوار و رهبری دیت حاضر ده چه به هر عادلانه محکمه که چه دغه اتهامات و بررسی په غاړه باندې لري هغه ته دغه اتهامات که چیرته اساس ولري تسلیم شي. خو ویره مداده چې کیدای شي په هغه کې هم سیاسي مداخله صورت ولري او هغه مستقل اداره چې دی دغه دوسیو د څیرلنې مسؤلیت په غاړه باندې لري هغه اس کې هم سیاسي مداخله ونسی، عدلی قضایی ارګانونو کې هم د سیاسي نفوذ څخه کار وانه خستل شي. با تمامی جرأت تصامیم خشته ادامه میدهیم
و هیچ گونه حراسی در این زمینه وجود نداره. حراس را باید کسانی داشته باشند که قانونی اساسی کشور را به صراحت لگدمال میکنند و به ملت شریف افغانستان توهین میکنند که گویا این نظام نظام جنگل است و شعرها میخواهند که آهو را ببلند. این امکان نداره. این در حالی است که رئیس جمهور غنی دو روز قبل با صدور فرمان تمام اعضای کمیسیون های انتخاباتی را برکنار و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. پاکستان پس از نشست مسکو در رابطه با نفوذش بر طالبان مسلح در حراس است. طالبان با نشر اعلامیه گفتند که به تاریخ 18 فوریه بر اساس دعوت رسمی پاکستان با صدر اعظم این کشور و هیئت مذاکره کننده امریکایی گفتگو می کنند. منابع نزدیک به طالبان می گویند که پاکستان پس از نشست مسکو در رابطه با نقشش نگران است و اکنون تلاش می کند تا به خاطر حفظ نفوذش بر طالبان و نقشش در روند صلح افغانستان فشارها را بر طالبان افزایش بدهد. گفته می شود که امیر خان متقی و انس حقانی پس از فشارهای پاکستان شامل لست تیم مذاکره کننده ی طالبان مسلح شدند. همزمان با آغاز پنجمین سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در بخش صلح افغانستان به منطقه و برخی کشورهای جهان، طالبان مسلح اعلام کردند که به تاریخ 18 ماه جاری فوریه با هیئت آمریکایی در اسلام آباد گفتگو می کنند. در اعلامیه نشر شده سوی طالبان مسلح گفته شده است که این گفتگوها و نشست با صدر اعظم پاکستان و هیئت آمریکایی به خواست رسمی پاکستان صورت می گیرد. بر اساس توافق قبلی میان آمریکا و امارات اسلامی، قرار است به تاریخ 25 فوریه هر دو طرف در دوحه پایتخت قطر با هم ملاقات و گفتگو کنند. همچنان به خواست رسمی حکومت پاکستان به تاریخ 18 ماه فوریه جاری قرار است میان تیم مذاکراتی ایالات متحده و امارات اسلامی نشست برگزار گردد و هیئت طالبان با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات و گفتگو خواهد کرد. آگاهان سیاسی میگند که پاکستان از تلاش‌های آغاز یافته صلح افغانستان در مسکو و کشورهای دیگر بدون حضور اسلام آباد نگران است. اکنون تلاش میکند تا از طرز منزوی شدن از روند صلح افغانستان و به خاطر حفظ نفوذش بر طالبان فشارها را بر این گروه افزایش بدهد. زلمی خلیلزاد دیو داسې کس دی چې پاکستان هغه خپل مخالف ګڼي. په دې ناسته کې چې په مسکو کې وشو په دې کې ټول هغه کسان شامل وو چې هغه پاکستان سره په مخالفت مشهور دي. باقي کې د شمالی تلوار کسان هم شامل دي. نو دا ټول د دې معنی لري چې پاکستان باید د ایالاتو څخه تر دې حد پورې نگران واوسي او د غوړې شې د نگرانی ختم شي او د طالبانو سره خبرې کوي او د دوی د پروګرامونو په باره کې دینه شاید پوښتنه وکړي او دا اطمینان هم دوی ته ورکړي چې موږ غواړو چې افغانستان سره ښه روابط ولرو. داسې مسایل دي. زه فکر کوم چې تر دې د پاکستان خوښنه هم دا وایي. گفته می شود که در تیم مذاکراتی تازه اعلام شده طالبان انس حقانی و امیرخان متقی نیز به دلیل فشارهای اسلام آباد شامل شدند که برخی از اعضای دیگر تیم دفتر قطر با عضویت آنان موافق نبودند. آگاهان سیاسی میگند که ممکن در نشست بعدی قطر طالبان مسلح با ایالات متحده بر سر خروج نیروهای خارجی و برخی مسائل دیگر نیز به توافق برسند. پاکستان غواړي چې ابتکار پلاس کې واخلي. قطر غواړي دغه ټول یو نوې مسابقې دي او په مسابقه کې فکر کوم چې تنازل به وی نه پدې چې دوی بخپل اهداف پیاده کوي. د اهدافو لپاره به ارڅو کوشش کوي خو هیڅ کوم نه غواړي چې د دې صلح نه به برخې سي او پاینده کې انتقادات دومره قرباني دي شي. پلانې ملک په صلح کې لزرنه خوشاله نه او یا پکې مخلص نه. خو پاکستانیان یو مسلې ته متوجي دي. هغه دا دی چې د فبروري په 15 نیټه چې کومه غونډه په قطر کې کیږي دا ډیره مهمه غونډه ده. پدې کې شاید احتمالا چې امریکایان د خپل د وټلو تاریخ وټا کی نو پاکستان نه غوړي چې د دې پروسس خلری پاتې شي او غوړي چې طالبان سره په یو ډول په تماس. یک روز پیش از نشست امریکا عمران خان و طالبان در پاکستان ولی عهد عربستان سعودی نیز به اسلام آباد سفر می کند و برخی پروژه ها را در این کشور اعلام می کند. اما در رابطه به نشست احتمالی وی با طالبان مسلح چیزی گفته نشده است. عربستان سعودی پس از نشست قطر که قرار بود به ترغیب پاکستان در ریاض برگزار شود ناراض است. سفارت روسیه در کابل می گوید که حکومت افغانستان با روند آغاز شده یک سال با در نظر داشت منافعش برخورد می کند. معاون سفیر روسیه در نشسته که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک برگزار گردیده بود
گفت که حکومت افغانستان از گفتگوی طالبان و امریکا در قطر، امارات و پاکستان اعتراض ندارد، اما به خاطر نشست مسکو به سازمان ملل شکایت کرده است. در همین حال سفیر روسیه در کابل میگوید که رئیس جمهور غنی در بخش حفظ روابط متوازن با شرکای جهانی و همکاران منطقوی ناکام مانده است و این مسئله بر روابط روسیه و افغانستان و حتی بر روابط تجارتی میان دو کشور نیز تاثیر منفی به جا گذاشته است. مخالفت حکومت افغانستان با مذاکرات سیاستمداران افغان و طالبان در مسکو و شکایت حکومت وحدت ملی از این نشست به سازمان ملل با واکنش مسکو مواجه شده است. معاون سفارت روسیه در کابل که به مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان دعوت شده بود، در سخنرانیش گفت که حکومت افغانستان با مذاکرات جاری صلح بر اساس منافعش برخورد می کند. به گفته وی امریکا نیز نشست های متعدد را با نمایندگان طالبان در کشورهای مختلف برگزار کرد، اما حکومت افغانستان در برابر آن هیچ واکنشی نشان نداد. معاون سفارت روسیه میگوید با وجود اینکه نشست مسکو از سوی افغانهای مقیم روسیه برگزار شده بود، اما حکومت افغانستان در پیوند با آن از مسکو به سازمان ملل شکایت کرده است. نامه شکایتی با طرف سازمان ملل متحد روان کردن در رابطه با حضور طالبان شامل لیست های تحریماتی در مسکو. همزمان چند ماه، یک ماه یک و نیم ماه پیش، همین هیئت در ابودابی شرکت میکردن. هیچ اقدامات مشابه از طرف حکومت فعلی صورت گرفته نبود. فشار بود که طالبا برن در جده مذاکره کنن، طالبا ایر رد کردن، فشار پاکستانی را نپذیرفتن، رفتن به قطر و گفتن هر کس با ما مذاکره میکنه به قطر ده. معاون سفیر روسیه میگوید که مصارف نشست مسکو را روسیه بر عهده نگرفته بود و هر کسی می توانست در این نشست اشتراک کند. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان نشست مسکو این نشست را در بخش صلح افغانستان مؤثر می خوانند و بر ادامه نشست های سیاسیون با طالبان مسلح تاکید می کنند. اما اشتراک کنندگان نشست مسکو امریکا را متهم می کنند که گویا تلاش می کند تا بدون حضور آنان جلوی تلاش های آغاز شده دیگر در بخش صلح را بگیرد. موافقه صلح با طالبان انجام می شود و یک مقدار یک بخش از طالبان ممکن است که روند به اصطلاح مدغم سازیشان یا یک جا سازیشان در پروسه سیاسی به سرعت توسط امریکا آنچه که معلوم است انجام می شود. مهم است که ما در جریان باشیم. قدم های بسیار خوبی برداشته شد. حرفایی را که در اونجا ما شنیدیم از همه جهت ها امیدوار کننده بود و یکی افغانستان به طرف یک جنگ دیگه نخواهد رفت بعد از خروج نیروهای امریکا. در همین حال سفیر روسیه در کابل هنگام صحبت با رسانه های این کشور گفته است که رئیس جمهور غنی در بخش حفظ روابط و همکاری های متوازن با شرکای بین المللی و منطقوی ناکام مانده است و این کار بر روابط افغانستان و روسیه و حتی بر تجارت میان دو کشور نیز تأثیر منفی به جا گذاشته است. مقام های افغان و پاکستانی در جرمنی در رابطه با صلح افغانستان گفتگو می کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که به هدف اشتراک در کنفرانس مونیخ جرمنی عازم این کشور گردیده است، می گوید که در حاشیه این نشست با رئیس جمهور غنی و رهبران کشورهای دیگر جهان در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. قریشی می گوید که پس از تلاش های پیهم حکومت جدید پاکستان، رابط میان امریکا و پاکستان بهبود یافته است. حکومت افغانستان موضوع نشست رئیس جمهور غنی و قریشی را تا هنوز تایید نکرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که به هدف اشتراک در نشست مونیخ به جرمنی سفر کرده است میگوید که در نظر دارد تا با رئیس جمهور غنی نیز گفتگو کند. شاه محمود قریشی قبل از سفرش به رسانه ها گفته بود که دیدگاه پاکستان را در رابطه با صلح، امنیت و ثبات منطقه در کنفرانس مونیخ روشن خواهد ساخت. وزیر خارجه پاکستان میگوید که در این کنفرانس موقف اسلام آباد را در بخش صلح افغانستان روشن میسازد، زیرا اکنون سازنده پاکستان در این روند به سطح بین المللی ستایش شده است. در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز ملاقات میکنم. وی در رابطه با موقفش در مورد پیشرفت وضعیت در کشورش گفتگو خواهد کرد و من هم در این ملاقات موقف پاکستان را روشن خواهم ساخت.
قرار است قریشی با یک هیئت بلندپایه کنگره آمریکا نیز ملاقات کند و در پنل نشست نیز با رئیس جمهور غنی اشتراک خواهند کرد که بر صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. منشی عمومی ناتو نیز میگوید که به حمایت درازمدت نیروهای افغان متحد است و تا زمان به ماموریتشان ادامه میدهند که گروه های تروریستی در افغانستان سرکوب نشده باشد. سرمنشی ناتو میگوید که ماموریت آنان در افغانستان تا مساعد شدن شرایط ادامه پیدا میکند و آنان تلاش خواهند کرد تا بحران افغانستان از طریق راه های سیاسی حل شود. هدف ما مبارزه با تروریسم در افغانستان است، اما ایجاد شرایط برای رسیدن به صلح نیز وظیفه ما است. تلاش های صلح به رهبری زلمه خلیلزاد در افغانستان افزایش یافته است و امیدوار هستیم که این تلاش ها به نتیجه برسد، اما در هر صورت ما به حمایت از نیروهای افغان ادامه می دهیم. سرمنشی ناتو میگوید که نیروهای افغان اکنون آموزش کافی دیدند و می توانند در حالات دشوار بر ضد جنگجویان مسلح بجنگند. شورای امنیت ملی میگوید که به خاطر جلوگیری از استفاده یا نادرست وسایل دولتی تمامی اسلحه و وسایل موجود نزد مقام های پیشین را جمع‌آوری میکند. شورای امنیت ملی میگوید که جمع‌آوری تمامی وسایل و اسلحه موجود نزد مقام های پیشین از سال 2001 بدین سو بخش از برنامه ای آغاز شده به هدف بهبود وضعیت امنیتی کشور است. اما دین محمد جرأت معاون پیشین شورای امنیت ملی میگوید که حکومت به خاطر سرکوبی مخالفان سیاسی اش از نیروهای امنیتی استفاده نادرست میکند. پس از مخالفت دین محمد جرأت مشاور پیشین شورای امنیت ملی با جمع‌آوری وسایل و تجهیزات دولتی، شورای امنیت ملی میگوید که به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا وسایل دولتی را با خود نگه دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید که تمام وسایل و سلاح‌های باقی مانده از سال 2001 به این سو در نزد مقام‌های پیشین و افراد غیر مسئول جمع‌آوری می شود. مسئولان می گویند که این کار بخشی از پلان بهبود وضعیت امنیتی است. جمع‌آوری و ثبت وسایل دولتی از سال 2001 تا این حال بخشی از این اقدامات است. ما متوقع هستیم امکانات و وسایل دولتی که نزد افراد و اشخاص است و خارج از سیستم حکومت مورد استفاده قرار می گیره ای به حکومت تسلیم شود. مقدام برای ثبت و جمع‌آوری این وسایل به منظور جلوگیری از سوء استفاده از امکانات دولتی است که برای بهبود وضعیت امنیتی هم کمک می‌کنه. امکانات حکومتی باید برای سیستم حکومتی مورد استفاده قرار بگیره. اما دین محمد جرأت معاون پیشین شورای امنیت ملی میگوید که حکومت به خاطر سرکوبی رقبای سیاسیش از نیروهای امنیتی استفاده نادرست میکند. دین محمد جرأت هنگام سخنرانی به هوادارانش بر حکومت اتهام میبندد که برای تغییر اذهان عامه و به خاطر کمپاین به نفع خود این تلاش ها را آغاز کرده است. جلو این حرکات دیوانوار مجنون قدرت جلوش بگیرن، در غیر از او این به دست مردم پاسخ خواهد داده شد و اینا به خاطر تداوم قدرت از هیچ وسیله دریغ نمیکنند. ولی امروز دنیایی که حضور داره اونا میخواین که خود از این مصیبت نجات بدن و هر کدام از این را که باز کشیدن یا قهرمانی دوام میکنند. این اقدام حکومت در بخش جمع‌آوری وسایل از نزد مقام‌های پیشین در حالی است که چند روز پیش نیروهای خاص خانه جنرال دین محمد جرأت معاون پیشین شورای امنیت ملی را برای چندین ساعت محاصره کرده بودند. بارندگی‌های اخیر در کشور خانواده‌های بیجا شده را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. اعضای خانواده‌های بیجا شده در هرات می‌گویند که به اثر بارندگی‌های اخیر سیلاب‌ها سرازیر شده است که در نتیجه آن 10 تن در این ولایت کشته و خسارات مالی زیادی به مردم وارد شده است. مسئولان محلی ولایت هرات نیز مشکلات بیجا شدگان این ولایت را جدی می‌خوانند، اما می‌گویند تلاش می‌کنند تا با هماهنگی اداره‌های مربوط با آسیب دیدگان کمک‌های عاجل را برسانند. هرچند بارندگی های اخیر در کشور نگرانی های مردم در رابطه به خشکسالی را کاهش داده است، اما سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولایات مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بیجا شدگان در ولایت هرات میگویند که در فصل زمستان با مشکلات جدی مواجهند، اما حکومت و اداره های دیگر با آنان هیچ کمکی نمی کند. تا حالا برف و بارش که هست که صدا می کنم
بالای ریاست مهاجرین، بالای ریاست حوادث، برای مؤسسات تا رئیس مهاجرین چیز وزیر مهاجرین صدا زنیم و بغیر خود به خود که ما همو بیچاره بخود بخود پایده میرسنیم، ما پایده کس ندیدیم. کانال بدر نکد، علما مردم او بور، جایای ما مردم چپا شد، بچای ما مردم زیر از نشد، باید که حکومت همی قدر کدی ما مردم کمک کنه که همی جایای ما مردم بچای جایای ما مردم خراب شد. بیجا شدگان میگویند که به دلیل بارندگی های شدید سیلاب ها نیز سرازیر شده است که در نتیجه آن 10 تن در ولایت هرات کشته شده و به مردم خسارات هنگفت و مالی وارد گردیده است. بیجا شدگان میگویند که اگر حکومت با آنان به گونه یاجل کمک نکند ممکن فاجعه بزرگ بشری رخ بدهد. از بین بابی خونکی از برات جلو از گرمین که بود پیسه ندیش مردان که بین خورترکایش از زمین و مندگی ما ده نفر تقریبا با مرده علم مریضا خیلی داریم که پیسه نداریم، خود ما مریض هستیم که از مرد پاره پسی از مرد نران آوری نورو را مشت یوا یوا گونی وړه را کړی دی او وسی را تول چې تاسو ته څلور څلور کیلو وړه وس درکو، مشت مواد سوخت نه دی را کړی وروره، مشت مواد غذایی نه دی را کړی وروره، مشت کمپل نه دی را کړی وروره. سرپنا داریم، نشای داریم، خورد و رزمو به دست به بیوان پرتوه. من یک کمر او شما نمیدی میبینی که استاده ای که من یک کمر او مو پرتش روزگار مو به این روزه شای هم همو نداده مو حالا به گوشنگی خوب برادر مو خود خور بپوشنیم، گوشنگی خور رد کنیم و چکار کنیم. مسئولان محلی هرات این مشکلات مردم را جدی میخوانند اما میگویند که تلاش ها را آغاز کردند تا برای حل مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. ریاست امور مهاجرین ولایت هرات میگوید که گفتگوها با نهادهای مربوطه جریان دارد تا مشکلات بیجا شدگان این ولایت حل شود. ریاست رسیدگی به حادثه طبیعی در ولایت هرات نیز از کمک های عاجل در این بخش خبر می دهد. منطقه کهدستان و شرک ستار پهلوان آسیب دیده، تعداد از بیجا شده آسیب دیدند. در شرک سبز ما گزارش داریم که دو خانه کاملا تخریب گردیده و یک نفر یا دو نفر هم مجروح شدند که مجروحان به شفاخانه انتقال دادند. در ساحات منارهای یک و دو قسمتی از کمپ بیجا شده داخلی ما آسیب دیده. امروز هم به طبع جلسه‌ای که ما دیشب 4 بجه داشتیم وظیفه گرفتیم که امروز جلسه کمیته مبارزه با حوادث با نهادهای بین‌المللی عضو کمیته و همچنین نهادهای دولتی عضو کمیته مبارزه با حوادث داشته باشیم و راهکارهای مشخصه برای رفع مشکلات مردم روی دست بگیریم. در نتیجه بارندگی های اخیر در کنار هرات شماره ولایات دیگر نیز با مشکلات زیاد مواجه شده است. اما اداره ملی رسیدگی با حوادث طبیعی میگوید که مواد خوراکی و دیگر وسایل مورد نیاز را به ولایات آسیب دیده از قبل فرستاده است. برای زنان بی‌بضاعت و نیازمند ولایت کندهار فرصت های کاری ایجاد می گردد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات ولایت کندهار می گویند که تلاش هایشان را به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری مناسب برای زنان افزایش دادند. زنانی که در این برنامه اشتراک کردند ابراز خرسندی می کنند و می گویند که اکنون می توانند با فرصت های کاری ایجاد شده زندگیشان را به پیش ببرند. در ولایت کندهار به هدف ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان برنامه آغاز شده است که بر اساس آن برای زنانی که از کشورهای همسایه به تازگی به افغانستان برگشتند آموزش داده می‌شود. مسئولان احیا و انکشاف دهات و صنایع دستی کندهار می‌گویند که در این برنامه برای زنان فرصت‌های کاری ایجاد می‌شوند که سرپرست ندارند و با وضعیت بد اقتصادی مواجه‌اند. مسئولان می‌گویند که از یک سال به این سو برای 300 خانواده زمینه کار در بخش قالین بافی فراهم شده است. موږ دلته د شوز د پاره کار کو، البته د هغو شوز د پاره کار کو چې د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته د راستنې خپل وطن ته، البته د غالي کسب کارانی وي د دا کسب لري. موږ دلته د کار زمينه برابرو، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دلته د کار زمينه برابره کړې ده. د هدف یو دار چې د غالي مروجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دی او هم هغه شوز د پاره موږ زمينه کار زمينه برابرو چې د دې اقتصادي وضع ټیټوي. نو د دې لارې سره موږ کولای شو چې د شوز اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو.
زنانی که در این برنامه اشتراک کردند ابراز خرسندی میکنند و میگویند که با این کار وضعیت زندگی آنان بهبود یافته است. زنان میگویند که آنان اکنون با کار در این بخش ها میتوانند مصارف کودکان و خانواده هایشان را بپردازند. مخم که من گولم زدتر بایدم که یاد گیریم رو بفروشیم اگه مغمینان با اولادا خوب کنیم. ما با امید خدا با امید شما ایم نکار یک کار بکنیم که باک امید با خدای کار ما پیش رفتی اگه لغمه گنگ نونو با ما پیدا شد. بشور میفروشیم که یک پول پیسه بشه که می کودکا خواهی می خونه خود زندگی خورسم. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که این برنامه تا پایان روند عودت مهاجرین از کشورهای خارجی ادامه پیدا میکند و تلاش میکنند تا از طریق این برنامه با خانواده های بی بضاعت کمک کنند. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان میگردد، با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقوی آنان را مسئول حمله خونین روز چهارشنبه بر سپاه پاسداران قلمداد کرد. این حمله متربم بر یک حامل سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان صورت گرفت که در نتیجه آن 27 سرباز کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه به نام جیش العدل بر عهده گرفته است که برای به دست آوردن حقوق بلوچان ایران مبارزه مسلحانه می کند. ولایت سیستان و بلوچستان ایران در سرحد با پاکستان موقعیت دارد که اخیراً حملات تروریستی در این ولایت افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان رؤسای جمهور ایران و ترکیه در شهر تفریحی سوچی است. آنان در این نشست بر وضعیت سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی گفتگو می‌کنند. قصر کرملین گفته است که رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران بر راه‌های حل بحران سوریه گفتگو خواهند کرد. مسکو و تهران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند، اما ترکیه برخلاف آنان از گروه‌های جنگجوی ضد حکومت سوریه حمایت می‌کند. و خبر اخیر این که ولسی جرگه آمریکا که اکثرا اعضای آن دموکراتان هستند، خطنامه پایان حمایت واشنگتن از عربستان سعودی را در جنگ یمن تصویب کردند. آگاهان سیاسی این خطنامه را اقدام بر ضد رئیس جمهور ترامپ می‌خوانند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این تعهد کرده بود که این خطنامه را ویتو خواهد کرد. این خطنامه جلب هر گونه مداخله نیروهای آمریکایی را به نفع ائتلاف بر رهبری ریاض در یمن می‌گیرد. سپاس از همراهیتان. به اخبار این ساعت وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.